أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه اول خود و همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا سرمایه سعادت، مبنای سلامت و پناه عملیت و آرامش و همه کمالات و فضائل انسانی در منطقی دینی هست. در جامعه‌ای و در فردی و در خانواده‌ای که تقوا حاکم باشد و حساب بردن از خدا در اونجا وجود داشته باشد، همه خوبی‌ها هست، صداقت هست، امنیت هست، تربیت هست، خدمت هست، همه خوبی‌ها اونجا هست. و جایی که تقوا نباشد، همه بدی‌ها و رذالت‌ها در اونجا رویش خواهد کرد. بنابراین ما تلاش کنیم که نسبتی به خدای عالم و حضوری به او در لحظه لحظه زندگی در معرفتی بیشتر داشته باشیم و مطابق خواست و رضای خدا فرصت‌های زندگی و استعدادهای من را مدیریت کنیم. امیدواریم که خدای متعال به آبروی این ماه بزرگ و مولود این ماه بزرگ امیرالمؤمنین به همه ما و شما توفیق تقوا پیشگی و همراه شدنی با خدا را در لحظه لحظه زندگی عنایت بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خطبه اول بحث ما معنوی و معرفتی خواهد بود به مناسبت ماه مبارک رجب و نگاه دینی که به این ماه هست تحت عنوان ماه علی و راه علی و پناه علی علیه الصلاه و السلام. و در خطبه دوم هم مناسبت‌های داخلی کشور و مناسبت‌های منطقه‌ای و جهانی رو در حد که زمان اجازه بدهد در خدمت شما نمازگزاران محترم و ارجمند نماز جمعه خواهم بود. اما در خطبه اول به این نکته دقت بکنیم که ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان از جایگاهی بسیار ویژه و ارزشمند معنوی در نگاه دینی و معرفتی ما برخوردار است. این ماه منصوب به مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا هست.
که خود حضرت می‌فرماید شهر رمضان شهر الله، ماه رمضان ماه خداست، و شعبانین شهر رسول الله، ماه شعبان ماه پیامبر خداست، و رجبین شهری، ماه رجب ماه منی. چه رابطه میان رجب و ارزش معنوی رجب و بستر زمانی معنوی و معرفتی که در این ماه فراهم می شود با علی ابن ابی طالب وجود دارد؟ شکی وجود ندارد که ما در ماه رجب باید به فکر اجرای یک سری برنامه های معنوی و اخلاقی و رفتاری خود باشیم تا بتوانیم روح خود را و جان خود را و روان خود را و اخلاق خود را از بدی ها و زشتی ها و پلیدی هایی که احیاناً در اثر زندگی، در اثر غفلت، در اثر ارتباطات ناسالم وارد روح ما و جان ما و شخصیت ما شده است، اینها را بزداییم. و لذا ماه رجب معروف است به ماه تخلیه. تخلیه یعنی خود را ای انسانی، مسلمانی، مؤمنی که داری آماده میشی برای ورود به ماه مهمانی خدا، خودت را از بعضی صفات بد و زشت پاکیزه کن. خدای نخواسته گرفتار حسادت هستی، باهاش مبارزه کن. اهل کینه دیلی هستی، از آدم ها زود میرنجی و دیر باهاشان آشتی میکنی، با این خاصیت درونیت مبارزه کن. اگر خدای نخواسته به صفت بخل گرفتاری، با این مبارزه کن. با چه مبارزه بکنیم؟ با خواندن قرآن، با خواندن دعا، با خواندن نماز، با گفتن ذکر، با رفتن به سوی مناجات های الهی و توفیق گرفتن از خدا برای موفقیت در این مبارزه سنگین با هوا و هوس و نفس اماره. این مسئله است که ما از در رجب نگاه معرفتی ما این هست که رجب بستر رشد معنوی انسان هست و انسان مسلمان از توفیقات رجبیه باید استفاده کند برای پاک شدن. و چه رابطه میان رجب و امیرالمؤمنین وجود دارد؟ خب ما اگر بخواهیم به دنبال خوبی ها باشیم، به دنبال مبارزه با بدی ها و زشتی ها و رذایل اخلاقی باشیم، به یک سرچشمه نیاز داریم، به یک آموزگار نیاز داریم، به یک معلم نیاز داریم، به یک مولا نیاز داریم، به یک مقتدا نیاز داریم، به یک الگوی تام و تمام انسانیت توحیدی نیاز داریم. از اینجاست که کشف میکنیم که چرا رجب ماه علی است؟ چون علی آموزگار فضیلت هاست، چون علی پیراسته ترین شخصیت انسانی در این کره خاکی از همه بدی ها و زشتی ها و پلیدی های شخصیتی و اخلاقی است. علی ابن ابی طالب چشمسار جمعی شجاری همه فضیلت هاست. ما اگر بخواهیم جوانمردی را و ایثار را و فداکاری را و عبادت را و شجاعت را و شهامت را و ایمان را و صداقت را و امنیت را و استواری را در این دنیا در وجود کسی ببینیم و معرفت و آگاهی را و علم و دانایی را و طاعت و بندگی را در یک تابلوی مجسم ببینیم، مگر بجز وجود علی ابن ابی طالب می شود در جای دیگه پیدا کرد؟ پا
پس ما میفهمیم که رابطه معنوی وجود دارد میان بستر معنویت طلبی به نام رجب و بستر فضیلت خواهی به نام رجب و چشمسار فضیلت های به نام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا که خودش فرمود ینحدر عن سیل لا ولا یرقا الی تایر. این از اون فرمایشات بیمانند امیر المؤمنینه که برای یک بار در زندگی این عالی ترین ادعا را مطرح کرده که مردم شما قدر علی را بدانید، علی اون قله بلند فضیلت هاست، علی قله بلند علم و دانش و حکمت هاست، چنانچه پیامبر فرمود انا مدینت العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأتی من بابها. علی سرچشمه فضیلت هاست، خوبی ها را میبینی در وجود علی، پیراستگی ها را میبینی در وجود علی، صمیمیت و محبت را میبینی در خانه علی، علم و دانش توحیدی را میخوای ناب و خالص فرا بگیری در مکتب علی و مدرسه علی و نهج البلاغه علی، طعم عبادت را میخوای بچشی در نمازهای علی، در نماز شبهای علی، در دل نخلستانهای کوفه میخوای از یارب یارب لذت ببری مناجاتهای علی رو بخوان، میخوای خدا رو بشناسی نهج البلاغه علی رو بخوان، میخوای خودت را و مسئولیتهایت را و شخصیت انسانی و توحیدیت را درست فهم کنی و در مسیرش هم ثابت قدم حرکت بکنی، همه ارتباطاتت را متمرکز کن به علی شناسی و علی باوری و علی گرایی. این رابطه هست بین ماه رجب و بین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ما برای این که راه انسانیت توحیدی را درست بپیماییم به راه علی نیاز داریم. راه علی چه ویژگی های دارد؟ راه علی راه امام راستین است که یک آن در وجود علی شرک به خدا حاکم نبوده است، یک آن علی در بندگی کوتاهی نکرده است، یک آن علی در مسیر ایمان و بندگی خدا نلرزیده است. راه علی راه ایمان هست، راه بندگی هست، راه عدالت خواهی هست، راه معرفت گستری هست. ما اگر بخواهیم راه مسئولیت های انسانی و اسلامی و توحیدی خود را و مسیر بندگی خود را با هدف دسترسی و سعادت ابدی درست طی کنیم و مطمئن طی کنیم و با آرامش طی کنیم، باید به راه علی حرکت کنیم و ویژگی های شخصیتی امیر المؤمنین را در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود پیاده کنیم. علی در خانه کانون عشق و محبت به زهرا و فرزندان خودش هست، علی در میدان نبرد قهرمان شکست ناپذیر در برابر تمام قدرت‌های باطل دنیاست، علی در سجاده عبادت بنده بیتاب و بیقرار خداست. ما اگر می‌خواهیم از علی علمو بگیریم باید رحمت باشیم در خانه و مرد استادگی باشیم در برابر توطئه‌ها و دشمنان حق و مرد عدالت باشیم در روابط اجتماعی و سیاسی و امانتدار بیت المال باشیم در مدیریت اقتصادی.
این علی همان علی است که حتی به برادرش عقیل هم وقتی ازش تقاضا کرد ذره امتیاز خارج از قاعده بهش نداد. این علی همون علی هست که خودش می‌فرماید اگر حکومت دو دنیا را به من علی بدهند برای این که یک خسی را از دهن مرچه‌ای بگیرم این کار را نمی‌کنم. علی ابن ابی راه علی اینه، راه ایمانه، راه استقامته، راه استواری هست، راه ثابت قدمی هست. برادران، مؤمنان، خواهران، حفظ ایمان و حفظ دین و دینی زندگی کردن کار راحتی نیست. با هوایت باید در بیفتی، با محیط منفی باید در بیفتی، با فرهنگ‌های ویرانگر باید در بیفتی. به خیرها که نمیخواهد دینی زندگی کند باید بتونی بگی نه، و اگر این کار را نکنی نمیتونی در راه علی ثابت قدم بمانی. خب باز ما برای این که این راه را بتونیم و اون فضیلت ها را از علی بگیریم، ما نیاز داریم به پناه علی. خطر در زندگی کم نیست، فتنه ها در زندگی کم نیست، فرهنگ های وارداتی که ما را از دین و ایمان و قرآن و جهانبینی توحیدی ما دور کند در این زندگی کم نیست. هجوم فتنه ها هر روز رنگ بدل می کند و شدیدتر می شود بر امروز ما، بر فردای ما، بر نسل جوان ما، بر دختران جوان ما، به فرزندان جوان ما. همه شبه همی کنند در ماری پیغمبر، همه شبه همی کنند در فضاهای مجازی نسبت به امیرالمؤمنین، همه شبه همی کنند نسبت به خدا و دین و مسلمانی و قرآن. اینجاست که ما نیاز به یک سنگر داریم، نیاز به یک پناه داریم، نیاز به یک پناهگاه داریم و پناهگاه محکمتر و استوارتر و ارزشمندتر و شکست ناپذیرتر از پناهگاه ولایت علی و اولاد علی در این عالم وجود ندارد. ما عقیده در پناه ولایت می شود با فتنه ها جنگید، با معرفت ولایی می شود دنیا را درست شناخت، با معرفت علوی می شود به جنگ فرهنگ های وارداتی غربی و امثال هم رفت. با تکیه بر فرهنگ علوی هست که بحث حجاب و عفاف خواهران ما هم معنا پیدا می کند و هم ارزش پیدا می کند و عشق به علی و راه علی و مکتب علی و ولایت علی است که به انسان انگیزه ایستادن پای ارزش ها را میدهد. پس ما نیاز داریم هم به راه علی و هم به پناه علی. در سنگر ولایتی علی اگر بودی معرفت ناب گیرت می آید در مسائل تربیتی، در مسائل فردی، در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی و در گفتگوی فکری و فرهنگی با همه دنیا و با همه مکتبها و با همه ایدئولوژیها. وقتی سنگر ما و پناه ما علی باشد و نهج البلاغه باشد و خطبه های آتشین امیرالمؤمنین باشد و نامه او به مالک اشتر باشد و وصیت نامه او به امام مجتبی باشد، ما در این دنیا از استوارترین فرهنگ و منطق برای اداره جهان برخورداریم. علی نماینده عدالت است، علی نماینده صداقت است، علی نماینده انسانیت توحیدی است که متفکران امروز دنیا، آدم ها یادیش نه، متفکران امروز دنیا برای این که تفسیر درستی از انسان و جهان داشته باشند
خود را جیرخار سفره فکر و اندیشه و فریادهای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام می‌دانم. و ما که شیعه علی هستیم، پیرو علی هستیم، عاشق و شیفته امیرالمؤمنین هستیم و این عشق را در دامان، در دامنهای پاک مادران مؤمنه و عفیف با شیر اونها چشیدیم و در مکتب علی بزرگ شدیم. جوانان، خواهران، برادران، علی شناسی را و علی باوری را و علی درائی را متن زندگی خود قرار بدید، وگرنه فتنه های رنگارنگ امروز ممکن است ارزش های ما را و دین ما را و ایمان ما را و فرهنگ حیات بخش علوی و فاطمی ما را از ما بگیرن، که در آن صورت ما بیچاره ترین های روی کره زمین خواهیم. شما نگاه کنید که ما در تاریخ اقتصاد نداریم، ثروت نداریم، آزادی نداشتیم، حاکمیت نداشتیم، در دل رنجها و دردها و تلخکامیها و جرمها و جنایتها در این جغرافیا زندگی کردیم. سرمایه ما عشق به علی و اولاد علی بود که ما را در دل طوفان مصیبتها نگه داشت، به ما اطمینان داد، به ما آرامش داد و به ما اعتماد داد که توانستیم این مسیر تلخ را طی کنیم و امروز آزادانه از اون مولای همه خوبی ها حرف میزنیم و هر کسی که بخواهد با ما استدلال کند و و مناظره بکند در رابطه با عظمت علی و شخصیت علی و راه علی و ایمان علی و مکتب علی، آزادانه و مردانه و مستدلانه پای شجره طیبه ولایت می‌ایستیم و با هر کسی که لازم باشد استدلال می‌کنیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما این توفیق را عنایت کند که در مسیر مولا الموحدین امیر المؤمنین و در حراست از این مرام و مقصد آسمانی و مقدس و ملکوتی ثابت قدم بمانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله طیبین طاهرین و علی علی امیر المؤمنین آیت کالکبرا و نبأ العظیم و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم بهم نتولى و من اعدائهم نتبرى اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله. باری دیگر خود و همه خواهران و برادران نمازگزار را
به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم و امیدواریم که خداوند با آبروی نفسهای گرم شما در نماز جمعه به همه ما و شما توفیق بندگی و تقوای الهی عنایت فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خطبه دوم مناسبت‌های فراوانی وجود دارد که جناب جوای اسبا هم تا جایی اشاره فرمودن. ما چند تا مناسبت را که ضروری دیدیم خدمت شما مطرح میکنیم. اولین مسئله با توجه به این که در دو سه هفته اخیر بحثی برخورد با به ایجابی توسط امارت اسلامی مطرح شده بود و یک مقداری در فضای مجازی مسئله نسبت بهش برخوردهای افراط‌آمیزی هم صورت گرفت و مقدار جامعه را به لحاظ آرامش روانی دچار اختلال کرد. ما به این که مخالفین چه میگویند کار نداریم. فضای مجازی که تهمت‌های را به اصطلاح حواله میکنند باز متعرض نمیشیم. به هر حال بخواهیم نخواهیم حکومت سرپرست فعلی مخالفینی هم دارند که به دنبال نقطه ضعف‌هایشون می‌گردن و اون را بزرگ می‌کنن تا بین ملت و دولت کنونی فاصله ایجاد بکنن، که البته ما طرفدار این فاصله نبوده‌ایم و نه هستیم و نخواهیم بود. و اما مسئله امر به معروف و نهی از منکر که منتهی شد به بحث تحمیل یا به اصطلاح برخورد با بی‌حجابی، چند نکته را به عنوان یک طلبه و به عنوان یک شهروند و به عنوان یک روحانی عرض میکنم به مسئولینی که کارشون بحثی امر به معروف و نهی از منکر است. و آن این که مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله فرهنگی هست، ولی زور روی کردی برای این مسئله هم باید فرهنگی باشد. ایجاب می کند که گردانندگان وزارت امر به معروف و نهی از منکر از نخبگان کشور، از روحانیت کشور، از معلمها، از استادان دانشگاه کمک بگیرند و طراحی بکنند و برنامه‌ریزی بکنند برای نهاده نشدن حجاب در جامعه اسلامی افغانستان. دلیل مسئله هم اینه که 20 سال در این کشور فرهنگ غربی حاکم بوده، رسانه‌های غربی فعال بوده و باعث شده که جامعه ما و مردم ما مقدار با فرهنگ‌های ملی و مذهبی خود فاصله بگیرن. مخصوصاً نسل جوان، مخصوصاً دختران این مملکت را شدیداً روش سرمایه گذاری کردن و با ارزش‌ها بیگانه کردن و طبیعی هست که در این شرایط این مقدار مشکلات هم پیش می آید. و شما اگر می خواهید با مسئله حجاب را در جامعه نهاده بکنید به عنوان یک معروف کار فرهنگی بکنید، ورود نیروی انتظامی و پلیس و گرفتن کسی و بردن در حوزه ها، این کار فرهنگی نیست. این کار به جای این که نتیجه مطلوب را بدهد، نتیجه برعکس خواهد شد. امنیت جامعه به هم خواهد خورد و آبروی خیلی‌ها در مخاطره قرار خواهند گرفت و پدرها و مادرها دچار دلهره خواهند شد و در جامعه بازتاب منفی خواهد شد و نفرت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. و اگر شما می‌خواهید کار فرهنگی بکنید، بهترین معروف باز کردن مدرسه هاست برای دختران، باز کردن دانشگاه هاست برای دختران این مردم. مدرسه ها را باز کنید، دانشگاه ها را باز کنید، از کادرهای علمی کمک بگیرید، ارزش حجاب را به دختر جوان مسلمان افغانستانی تفهیم بکنید تا وقت فهمید با انگیزه درونی خودش بر اساس معرفت و آگاهی دینی خودش در جامعه حجاب را رعایت بکند. او اول باید بفهمد که حجاب یک فرهنگ دینی است، یک فرهنگ ملی است،
عامل عفت و سلامت و امنیت شخصیتی و اخلاقی و تربیتی جامعه است. از این طرف شما رای معرفت و دانایی و آگاهی را بر این مجموعه از ملت افغانستان بسته اید و از اون طرف حجاب را هم میخواهید به صورت اجباری یا به اصطلاح با استفاده از قوه قهریه در جامعه نهاده نمکنید، این کار به نظر بنده شدنی نیست. ما امیدوار هستیم که مسئولین اداره امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه کار فرهنگی بکنن و همونطوری که عرض کردم مدرسه ها را باز کنن، دانشگاه ها را باز کند، این دختران را تحت تعلیم دینی قرار بدهن، اینا را آگاه بکنن، بهشون انگیزه بدهن و مسئولیت های دینی و اسلامیشان را برایشان یادآوری بکند. این روش در جامعه جواب خواهند داد و جامعه دیگه نیاز به اعمال فشار و زور و کارهای پلیسی برای نهاده نکردنی حجاب ندارد. مناسبت دیگری هست بحث خدمت شما بگم که جلسه همکاری های منطقه‌ای هست که همین هفته یک جلسه با حضور 12 تا از معاونین وزرای خارجه کشورهای منطقه در کابل جریان داشت. همه کشورهای منطقه و خارج از منطقه دست به دست هم دادن تا اوضاع اجتماعی و سیاسی و امنیتی افغانستان را به سمت استانداردسازی بین المللی ببرند. این جلسات جلسات خوبی هست. در هفته آینده هم در قطر و در دوحه قطر این جلسات هست. این جلسات باید به نفع ایجاد یک دولت ملی، یک دولت استوار بر قانون اساسی، یک دولتی که در آن مسئولیت های دولت و مسئولیت های ملت و نقش دولت و ملت در اداره این مملکت تعریف شده باشد، این منتهی بشود به این مسئله. نکته‌ای که از اون جلسه بیرون آمد و جناب آقای متقی در رسانه ها گفتین بود که همه این کشورها بر این نکته متفق بودن که در افغانستان دیگه جنگ نباید بشود و گروه های اپوزیسیون و به تعبیر مخالف باید مسیر مذاکره و مفاهمه و راه های سیاسی را برای ایجاد دولت فراگیر ملی دنبال بکنن. این نکته نکته ارزشمندی است. ملت افغانستان هم هرگز طرفدار جنگ نبوده و جنگ را رای حل کشور نمی دانند و از همه مخالفین هم می خواهند که مسیر ایجاد دولت ملی را از طریق مسیرهای سیاسی و دیپلماسی‌های سیاسی و گفتگوهای ملی و بین الافغانی دنبال بکنند و بیش از این ملت افغانستان را در بحران جنگ قرار ندهند. ما 3-4 دهه 5 دهه است که در آتش جنگ های به هدف سوخته ایم و جز ویرانی و تباهی و فقر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چیزی دیگری به اصطلاح گیر ما نیامده است. امیدواریم که مسئولین و گردانندگان دولت سرپرست طالبان این گونه جلسات را خوب مدیریت بکنن و در مسیر ایجاد یک دولت ملی و استوار بر قانون اساسی گام‌های مؤثر بیشتر بردارن و ملت افغانستان را بیش از این منتظر ایجاد یک دولت فراگیر ملی بر مبنای قانون اساسی نگذارن. مسئله دیگری که در سطح جهان مطرح است که آخرین مناسبت هست، بحث جنگ غزه است. جنگ غزه فعلا یک مسئله کاملا جهانی هست. در جنگ غزه ما اولا شاهد نسل کشی هستیم در غزه، این جای شک وجود ندارد که حتی دادگاه بین المللی لاحق این نظر را دادن که اسرائیل در غزه داره نسل کشی میکنه و انسانهای بیشمار را کشته. 26,000 نفر خیلی جمعیت هست و اعمال خلاف قوانین و مقررات انسانی را اونجا انجام داده، این جای شکی وجود ندارد.
یک بحث مسئله اسرائیلی ها و حماس هست که از این طرف بحث مقاومت حماس در دنیا الان تأثیر ایجاد کرده و زبان دیپلماسی آمریکا و انگلیس رو عوض کرده و اونها که میگفتن ما در 5 روز مسئله رو ختم میکنیم الان برای چند ماه نتونستن کاری بکنن. ولذا بحث تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر سر زبانها در رسانه ها و توسط چهره های معروف جهان افتاده و این نشان میدهد که در منطقه جریان های شکل گرفته که دیگه نمیشود مطابق میل آمریکا و یا اسرائیل زندگی کرد. نکته دیگری که در جنگ غزه هست موضع‌گیری غربی ها هست. غربی ها در طول این جنگ هیچ وقت موضع انسانی نگرفتن. واقعیت این همه که از شعار حقوق بشر و دموکراسی و انسان دوستی و لیبرالیسم و امثالهم دارن صحبت میکنن و فرهنگ لیبرالیسمشون رو پایان تاریخ میدانن و انسان محوری و اومانیزم را دارن ترویج میکنن، در قبال 26,000 انسان بیگناه که در غزه کشته شد سکوت کردن که هیچی. خیلی هاشون به نفع قاتل اعلام موضعی کردن و گفتن ما حمایت میکنیم و اسلحه بیشتر میدیم. شما نگاه بکنید در اوکراین از کسایی دارن حمایت میکنن که مورد تجاوز قرار گرفته، این از اوکراینی ها. در غزه درست از متجاوزگر دارن به اصطلاح حمایت میکنن برای اینکه اسرائیل در مسیر منافع اونهاست. نشان داد که فرهنگ غرب فرهنگ انسانی نیست، فرهنگ حقوق بشر نیست. اینا دروغی بیش نبوده و بیش هم نخواهد بود. در غزه مشخص شد که فرهنگ غرب منافع مدار هست، اخلاق مدار نیست، انسانیت مدار نیست، بحث حقوق بشر در هیچ جایگاه و ارزشی ندارد. مسئله دیگری که باز در این بحث غزه مطرحه بحث سکوت اکثر کشورهای اسلامی. کشورهای عرب اسلامی مخصوصا نه تنها سکوت کردن که از اسرائیل هم نمیاد. این بازم نشان می‌دهد که در جهان اسلام ما هنوز هم بحث وابستگی به آمریکا، بحث سرسپردگی به کشورهای غربی رو داریم و منافع سیاسی و اقتصادی ما را مقدم می‌داریم بر منافع انسانی و اسلامی و اخلاقی. اینا مسائلی هست که در این بحث غزه مطرح بوده و مطرح هم هست، ولی جریان‌هایی که در منطقه شکل گرفته از این بعد اجازه تکتازی را با آمریکا و متحدین آمریکا نخواهند داد که امروز آمریکا در دریای سرخ دچار مشکل هست، در پایگاه‌های خود که در عمان و به اصطلاح قطر و امثالهم دارد دچار مشکل هست. همه اینها را ما وقتی بخواهیم به اصطلاح به یک برایندش برسیم، نشان از این هست که اگر یک جامعه اسلامی، یک مجموعه اسلامی با تکیه بر مبانی دینی، با تکیه بر ایمان دینی، با تکیه بر شهامت دینی و ایمانی تصمیم بگیرن که سرنوشتشان را عوض بکنن و خود را از وابستگی نجات بدهن و در برابر شاخ کفر در دنیا خط نشان بکشن، این شدنی هست. این نشان داد که در منطقه این پتانسیل وجود دارد و امیدواریم که قائله را که در غزه برپا کرده سرانجام منتهی بشود به عزت اسلامی و بیداری اسلامی و اتحاد جهان اسلام مبنی بر داشتن موضع واحد در قبال افزون طلبی ها، در قبال غارتگری ها و در قبال شیطنت ها و توطئه های انگلیسی و آمریکایی. یک حدیث از امیرالمؤمنین سلام الله علیه براتون میخوانم، حدیث معنوی تا حسن ختام باشد برای خطبه دوم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید: طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، یعنی به یاد قبر و قیامت و روز رستاخیز و روز سرنوشت حتمی. میگه تو بال من ذکر المعاد و عمل للحساب، و عمل بکند برای روز حساب. شما در مسائل اقتصادی دیدین که آدم ها وقتی کار میکنه میگه من از این چقدر سود میکنم، اینو بخرم چقدر سود میکنم، اونو بفروشم چقدر سود میکنم. میگه در اعمالتان،
در اعمال عبادیتون، در رفتارتون، در اخلاقتون، در ارتباطی با دیگران هم یوم الحساب را در نظر داشته باشید که اونجا وقتی محاسبه می شود این گفتار و این رفتار و این ارتباط سود داره یا زیان داره. و عمل للحساب و قنع بالکفاف، در شرایط حاد زندگی به کفاف قناعت بکند. امیرالمومنین فرمود بزرگترین گنج قناعت است. گاهی انسان در اثر حرصی که دارد، در اثر بی‌قناعتی که دارد، مرتکب گناه میشه، مرتکب خدای نخواسته خوردن حرام میشه و مرتکب حرکت های خلاف رضای خدا. برضی عن الله و تو برای کسی که همیشه راضی باشد از خدای متعال به عنایات الهی و برنامه هایی که خدا برای او به اصطلاح چیده است. میدواریم که خدای متعال به همه ما و شما این توفیقات را عنایت فرماید. پروردگارا فرج مولامون مهدی را نزدیک و نزدیکتر بگردان. عرض سلام ارادت ما را به محضرش تقدیم بفرما. قلب نازنینش از ما راضی به خوشنود بگردان. وجود مقدس و منورش را دعاگوی ما قرار بده. به نماز گذاران نماز جمعه عنایت ویژه عنایت بفرما. پروردگارا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.